علوم تجربی پنجم درس 9 کارها آسان می شود. خانواده علی از خانهشان که در حال ساخت است بازدید می کنند. برای ساختن این خانه گروهی از افراد مختلف با یکدیگر کار می کنند. هر یک از این افراد مسئولیت انجام دادن کاری را به عهده دارد. آنها برای آسان‌تر شدن کارها از ابزارهای مختلف استفاده می کنند. در گفتگو کنید صفحه 68 گفته برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده میشه؟ با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام میگیرد؟ البته بسته به اینکه نوع ساختمان و جنس ساختمان، جنس مساله ساختمانی چیه، ممکنه بعضی از ابزارها و وسایل با هم دیگه فرق بکنه، اما به صورت کلی یک سری ابزارها و وسایلی هستن که تقریبا در هر ساختمانی به نوعی از آنها استفاده میشه که برای هر کدام یکی دو جمله به عنوان کاربرد در نظر میگیریم. از مهمترین وسایلی که در هر ساختمانی و ساختمانسازی از آن استفاده میشه یکی فرغون هست. از فرغون برای حمل انواع مختلف ابزار، وسایل، مساله استفاده میشه. یکی از ابزارها که همیشه کاربرد داره چکش است. باز انواع مختلف چکش داریم. چکش برای ضربه زدن بر روی میخ، چکش برای بریدن آجر و انواع مختلف چکش‌های دیگر که به صورت‌های مختلفی از آن در ساختن یک ساختمان استفاده میشه. بیل معمولی که برای برداشتن انواع مختلف مساله و مواد مثل بتون و ملات و غیره استفاده میشه. نردبان برای ساخت و ساز، نیز برای بررسی کار قطعات، انتقال مواد به طبقه های بالاتر، برای رنگ کردن دیوارها، جاهایی که دست انسان نمیرسه و خیلی چیزهای دیگر از نردبان استفاده میشه. کلنگ برای حفاری درون خاک میتوان از کلنگ استفاده کرد. در جاهایی که با بیل و کجبیل نمیشه زمین رو حفر کرد یا جاهایی از ساختمان رو، از کلنگ استفاده میشه. البته در ساختمان سازی از وسایل و ابزار پیچیده زیادی مثل جرثقیل و غیره، به خصوص در ساختمان های مدرن امروزی از انواع ابزارالات هوشمند و الکترونیکی، از پرینترهای گول پیکر برای ساختن ساختمان استفاده میشه، یعنی نقشه ساختمان و مساله مورد نیاز رو در اختیار کامپیوتر و پرینتر گول پیکر قرار میدن و خود کامپیوتر و پرینتر میتونه یک ساختمان پیشرفته رو به کمک نقشه‌ای که از قبل در حافظه داره در عرض یکی دو روز بسازه و خیلی چیزهای پیچیده دیگر که در سازه‌های پیشرفته امروزی از آنها استفاده میشه و فعلا با آنها کاری نداریم. یکی از کارگران یک فرغون پر از آجر را با استفاده از تخته‌ای که در شکل می‌بینید بالا می‌برد. طرز قرار گرفتن تخته چگونه کار را برای او آسان می‌کند؟ تخته به صورت شیبدار قرار می‌گیرد و سطح شیبدار ایجاد می‌کند و این سطح شیبدار نیروی لازم برای بالا بردن فرغون را کم می‌کند و ما با نیروی کم میتونیم فرغون را بالا ببریم. در کاوشگری صفحه 69 گفته استفاده از سطح شیبدار نیروی لازم برای بالا بردن اجسام را کاهش میدهد یا افزایش. در این باره کاوش کنید. وسایل و مواد لازم: چند کتاب، دفترچه یادداشت و مداد، تخته چوبی صاف، کش نازک، مقدار نخ کلوفت، کیسه نایلونی و متر نواری. روش اجرا:
دو جلد کتاب یا دفتر را درون یک کیسه نایلونی قرار دهید و مانند شکل به هم ببندید. سپس کش را در محل نشان داده شده به نخ جلو بزنید. کتاب ها را با کش به آرامی تا ارتفاع معینی از سطح زمین بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول بنویسید. در مرحله بعدی کتاب ها را پایین سطح شیبدار قرار دهید. با استفاده از کش آنها را به آرامی روی سطح شیبدار بالا ببرید. طول کش را اندازه بگیرید و در جدول صفحه بعد بنویسید. این آزمایش کلاً دو حالت داره. در حالت اول کتاب ها عمود بر سطح زمین و به حالت عمودی رو به بالا حرکت می کنن. اما در حالت دوم کتاب ها بر روی سطح شیبدار و با زاویه‌ای که سطح شیبدار با افق داره رو به بالا حرکت می کنن. طول کش و مقدار نیروی لازم برای بالا بردن کتاب ها در آزمایش افراد مختلف با هم متفاوت خواهد بود. علتش هم اینه که جنس کش، جنس کتاب ها، نوع کتاب ها و جرم کتاب ها در آزمایش افراد مختلف با هم فرق میکنه، اما نتیجه آزمایش برای تمام افراد مختلف مشابهه. یعنی در آزمایش تمام افراد طول کش در مرحله دوم نسبت به مرحله اول همیشه کمتر خواهد بود، چرا که مقدار نیروی لازم برای بالا بردن کتاب ها همیشه در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کمتر خواهد بود. علتش هم اینه که در مرحله دوم در تمام آزمایش ها در افراد مختلف از سطح شیبدار استفاده میشه و سطح شیبدار مقدار نیروی لازم برای کشیدن کتاب ها، بالا بردن کتاب ها را کم میکنه و چون نیروی کمی در مرحله دوم لازمه، پس طول کش هم در مرحله دوم همیشه در تمام آزمایش ها کم خواهد بود. گفته مرحله های 3 و 4 آزمایش را دوبار دیگر تکرار کنید و نتیجه مشاهده خود را در جدول بنویسید. یعنی اینکه همین آزمایش را دوبار دیگر تکرار کنید. در مرحله 3 کتاب ها را به صورت عمودی رو به بالا می کشیدیم و در مرحله 4 کتاب ها را بر روی سطح شیبدار می کشیدیم. یعنی همین آزمایش رو دو بار دیگه باید انجام بدیم و نتیجه رو در جدول بنویسیم. گفته طول کش را در دو حالت حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ بدید. منظور از دو حالت حرکت همون حالت اول و حالت دومه. حالت اول کتاب ها را به صورت عمود رو به بالا می کشیم. حالت دوم کتاب ها را بر روی سطح شیبدار می کشیم. گفته طول کش را در این دو حالت، یعنی وقتی کتاب ها رو به بالا می کشیم یا حالت دوم کتاب ها رو روی سطح شیبدار می کشیم، طول کش را در هر دو حالت در دو آزمایش دیگر که انجام می دید با هم مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. پرسش اول، در کدام حالت طول کش کمتر است؟ همیشه گفتیم در حالت دوم، یعنی وقتی بر روی سطح شیبدار کشیده میشه طول کش کمتره. در کدام حالت نیروی بیشتری برای جابجا کردن کتاب ها لازمه؟ همیشه در حالت اول نیروی بیشتری لازمه، یعنی وقتی به صورت عمودی رو به بالا می کشیم، چون از هیچ وسیله مثل سطح شیبدار استفاده نمی کنیم، حتی اکثر مقدار نیروی لازم رو باید ارائه بدیم. اما وقتی که در حالت دوم کتاب ها را بر روی سطح شیبدار میکشیم، سطح شیبدار مقدار نیروی لازم برای کشیدن کتاب ها را کم میکنه. پس همیشه در تمام آزمایش ها در یک آزمایش معین مقدار نیروی لازم برای حالت دوم کمتر از حالت اول خواهد بود و طول کش همیشه در حالت دوم کمتر از حالت اول خواهد بود. در مرحله 7 گفته پیش بینی کنید که اگر ارتفاع سطح شیبدار را تغییر دهیم طول کش چه تغییر می کند. برای بررسی درستی پیش بینی خود آزمایش بالا را با سطح شیبداری که در اختیار دارید در ارتفاعهای مختلف تکرار کنید و نتایج را در این جدول بنویسید. در این مرحله
حالت اول را که کتاب ها را به صورت عمودی رو به بالا می کشیدیم رو میذاریم کنار، حالت دوم را انتخاب می کنیم که کتاب ها را بر روی سطح شیبدار می کشیدیم. اما این بار ارتفاع سطح شیبدار را تغییر می دیم، یعنی زاویه‌ای که سطح شیبدار با اپوک می سازه رو هر بار تغییر می دیم، در نتیجه ارتفاع سطح شیبدار تغییر پیدا می کنه. یعنی هر چه زاویه را بیشتر بکنیم ارتفاع سطح شیبدار هم بیشتر میشه، تا جایی که اگه زاویه را 90 درجه بکنیم سطح شیبدار به صورت عمودی قرار میگیره و مثل اینکه میخواهیم کتاب ها را به صورت عمودی رو به بالا بکشیم که بیشترین مقدار نیرو را خواهد برد و طول کش بیشترین خواهد بود. از اون نقطه به بعد هر چه زاویه سطح شیبدار رو کم کنیم ارتفاع این کمتر میشه، هرچه ارتفاع کمتر بشه مقدار نیروی لازم کمتر میشه، طول کش هم کمتر میشه، تا اینکه اگه زاویه سطح شیبدار رو با اپوک صفر بکنیم، یعنی سطح شیبدار کاملا به صورت اپوکی بر روی زمین قرار بگیره، دیگه کمتر مقدار نیروی لازم را برای کشیدن کتاب ها خواهد داشت و در نتیجه طول کش کمترین خواهد بود. عدد های نوشته شده در جدول برای آزمایش افراد مختلف متفاوت خواهد بود. علتش هم اینه که جنس کش و جنس کتاب ها، جرم کتاب ها در آزمایش افراد مختلف متفاوته و اعداد به دست آمده متفاوت خواهد بود، اما نتیجه آزمایش برای همه افراد یکسان خواهد بود. اونم اینه که در یک آزمایش معین هرچه ارتفاع را بیشتر کنیم طول کش بیشتر میشه و هرچه ارتفاع کمتر باشه طول کش هم کمتر خواهد بود. گفته از این آزمایش چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم که هرچه ارتفاع سطح شیبدار بیشتر بشه نیروی لازم برای بالا بردن جسم نیز بیشتر میشه و زمانی که نیروی بیشتری به کش وارد بشه کش نیز بیشتر کشیده میشه و طول کش افزایش پیدا میکنه. برعکس هرچه ارتفاع سطح شیبدار کمتر بشه نیروی لازم برای بالا بردن جسم نیز کمتر میشه و در نتیجه کش کمتر کشیده میشه و طول کش کم میشه. به طور کلی نتیجه میگیریم که با استفاده از سطح شیبدار میتوانیم اجسام را راحت تر جابجا بکنیم و بالا ببریم. به عبارتی ماشین سطح شیبدار نیروی کمتری از ما میخواد و با همان نیروی کم ما کار نیروی بزرگتر رو انجام میده. به عبارتی ماشین سطح شیبدار با افزایش مقدار نیرو به ما کمک میکنه. البته ماشین سطح شیبدار با تغییر جهت نیرو نیز به ما کمک میکنه که بعداً با یه مثالهای دیگه و به کمک شبیه سازی سه‌بعدی اینها رو نشون خواهیم داد. در پیش کنید گفته در هر تصویر سطح شیبدار چگونه به آسان شدن کارها کمک میکنه. در تصویر اول میبینیم که پله ها بر روی سطح شیبدار ساخته شده و سطح شیبدار باعث میشه که ما با صرف نیروی کم خودمون رو به بالاتر ببریم و به طبقه بعدی یا قسمت های مرتفع تر برسونیم، یعنی نیروی کم ما رو افزایش میده و ما با صرف نیروی کمتر میتونیم به قسمت‌های بالاتر، مناطق مرتفع‌تر برسیم. البته سطح شیبدار با تغییر جهت نیرو نیز به ما کمک میکنه، یعنی ما رو به جلو به صورت افقی نیرو وارد میکنیم، اما اون به اندازه زاویه سطح شیبدار ما رو به طرف بالاتر هدایت میکنه.
و شکل بعدی میبینیم که ارتفاع سرسره هر چقدر بیشتر بشه به همین اندازه سرعت سرخوردن بیشتر میشه و بازی بهتر میشه، اما البته نباید بیش از اندازه ارتفاع بیشتر بشه، یعنی اگه ارتفاع به اندازه‌ای برسه که سرسره به حالت عمودی یا نزدیک به عمودی قرار بگیره دیگه نمیتونیم بازی بکنیم، یا اگه ارتفاع اونقدر کم بشه که سرعت بازی خیلی پایین بیاد دیگه باز بازی قابل اجرا نیست. پس میبینیم که ارتفاع باید در حد لازم باشه، اما تقریبا هرچه ارتفاع بالاتر باشه سرعت بازی کردن و سرخوردن هم بهتر میشه.
جواب بقیه تصاویر همین پشکونیت و سایر پشکونیت های این فصل و شبیه سازی گوه، موال، کاردرج، کلنج، میخکش و ساتور و انواع سطح شیبدار، انواع گرگره، طرز بالا رفتن پرچم و شبیه سازی آن، شبیه سازی چرخ و محور در ماشین های مثل ویلچر، دوچرخه، دستگیره و مدل های سه‌بعدی دیگر در برنامه بعدی. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم